ایران از انقلاب 1357 و سپس تأسیس جمهوری اسلامی شاهد اعتراض‌های کوچک و بزرگ زیادی بوده است. اسفند 1357، اعتراض زنان به حجاب اجباری و نظر روح الله خمینی درباره حجاب. خرداد 1371، اعتراض ساکنان کوی طلاب در مشهد در اعتراض به تخریب بخشی از این منطقه توسط شهرداری. آغازی بر حضور پررنگ نیروی انتظامی در سرکوب اعتراضها در جمهوری اسلامی. مرداد 1373، تظاهرات مردم قزوین علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت و عدم تصویب لایحه استان شدن قزوین. فروردین 1374، اعتراض مردم اسلامشهر، رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد به گرانی و افزایش ناگهانی کرایه تاکسی و اتوبوس. تیر 1378، اعتراض دانشجویان به توقیف روزنامه سلام. کوی دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شد. اعتراض هایی که به تبریز هم گسترش یافت. شهریور 1379، اعتراض های دانشجویی در خرم آباد. خرداد 1388، آغاز اعتراض های گسترده موسوم به جنبش سبز در شهرهای مختلف ایران نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم. دی 1388، اعتراض های موسوم به تاسوعا و عاشورای 88. دی 1396، اعتراض ها نسبت به عملکرد دولت وقت که از مشهد آغاز شد و به سرعت به بیش از 100 شهر رسید. آبان 1398، اعتراض های گسترده در سراسر کشور نسبت به سهمیه بندی بنزین و چند برابر شدن قیمت سوخت که با یکی از شدیدترین سرکوب ها در تاریخ جمهوری اسلامی مواجه شد. تیر 1400، تظاهرات در خوزستان به دلیل بحران بیابی. آذر 1400، اعتراض در استان اصفهان نسبت به بحران آب. اردیبهشت 1401، اعتراض نسبت به گرانی و شرایط بد معیشتی در شهرهای مختلف. خرداد 1401، فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان و برپایی تجمع‌های اعتراضی در این شهر و شماری از شهرهای دیگر. البته این تنها شماری از اعتراض‌ها در جمهوری اسلامی است و تمامی آنها با شدت‌های مختلف سرکوب شدند. به این فهرست باید شمار زیادی اعتراض‌های صنفی همچون کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و همچنین مال باختگان مؤسسات مالی و اعتباری را نیز اضافه کرد. جمهوری اسلامی آمار دقیقی از افراد جانباخته یا بازداشت شده در اعتراض‌ها را اعلام نمی‌کند. اعتراض هایی که همچنان در مقیاس مختلف ادامه دارند.